مراسم تنفیز یعنی این که رهبر رأی مردم به رئیس جمهور رو تایید میکنه. ظاهر مراسم تبریک و خوش و بش و خوش آمد به رئیس جمهور جدیده. ولی واقعیت اینه که تمام رؤسای جمهوری که در این مراسم شرکت کردن سرنوشتای شومی پیدا کردن. نه رئیس جمهور از ده رئیس جمهوری که داشتیم. فقط یه نفر از این قاعده استثنا بوده اونم خود علی خامنه ایه که اگر رهبر نشده بود به احتمال بسیار اون هم سرنوشتی مثل بقیه رؤسای جمهور پیدا میکرد. کرد بنی رجایی، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و رئیسی هیچ کدومشون در این سمت سرنوشت خوبی پیدا نکردن بنی که اولین رئیس جمهور بود و از اواخر سال 58 اوایل سال شهست رئیس جمهور بود حتی نتونست دوره چهار سالش رو تموم کنه از کار برکنار شد و حتی مجبور شد مخفی بشه و از کشور فرار کنه و در قربت بمیره رجایی هم که به جای بنی اومد فقط یه ماه تو این سمت بود و در انفجار بمب کشته شد در دوره خامنه ای هم هر چهار رئیس جمهوری که تا حالا بودن سرنوشت های بدی پیدا کردن اولینشون رفزنجانی بود که جنازش رو تو استخر پیدا کردن و معروفه که کشتنش حکومت میگه سکته کرده ولی بچه هاش میگن بابامونو کشتن حتی میگن در جسدش آثار رادیواکتیو پیدا کردن